سرخط مهمترین های امروز. فرصت به چهره های پرنفوذ برای مبارزه با هراس افغانان در شمال کشور. دوستم اتهام ملیشه سازی را توطئه می داند. اما چطور ما جنگ خودسرانه را می کنیم، ملیشه می تازیم؟ این یک کسایی است که من در کولر یخ ششتن، پروبلم و مشکلات این چیز را هیچ ندیدن. یک روز تا آغاز به کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، چرا کمیسیون مستقل انتخابات نگران است؟ فراتر از انتقام جویی است، در واقع تخریب یک نهاد مهم ملی است. زنان آلوده به مواد مخدر در پایتخت، حالا زنان معتاد هم در مکانهای عمومی برایشان جای پا باز کردند. یکی بیکاری خیلی مشکلات دیگه. تو رای بچه تقد خود میری در اینجا دقیق جای نداشتم آورم. قربانیان کارهای غیر فنی از راننده تا مسافر، تغییر سیستم سوخت موترها از تیل به گاز به گونه جدی نظارت خواهد شد. و استقبال واشنگتن از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت توافقنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. به نام خدا. سلام بر شما و مهمترین ها از یک خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. چهره های پرنفوذ محلی در بخش های شمال کشور در چوکات ریاست امنیت ملی برای مبارزه با هراس افغانان بسیج می شوند. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری با بیان این مطلب می افزاید این نیروها در کنار سربازان ارتش و پلیس از امنیت مناطقشان نگهداری خواهند کرد. دوستم می گوید این که برخی ها می گویند شماری از چهره های مطرح سیاسی ملیشه سازی می کنند توطئه بیش نیست. قیام نوری. قدرت نمایی جنرال دوستم در شمال بعد جوزجان رفته است برای دیدار از نیروهای امنیتی. شاید میخواهد بگوید هنوز هم یک از ستونهای حکومت لرزان است، حکومتی که در نبودش دوام نخواهد آورد. برنامه های کلان امنیتی با خودش آورده است. تجهیز، بسیج و جابجایی چهره های پرنفوذ و خوشنام محلی در چوکات ریاست امنیت ملی، کسانی که مجبورند از این پس امنیت محلشان را تامین کنند. اینا را ما پیشنهاد ما خرب 8 ماه باید طرف همه بود. ما چه میکنیم؟ در پالی پلیس، در پالی اردوی ملی، امنیت ملی نسبت به اینا قوتش کمتر است. اینا کارهای اپراتیپی میکنن. اما در چوکات امنیت ملی امینا را موقتی تنظیم بکنیم. گمانه‌زنی های زیاد وجود داشت که برخی سیاستگران مطرح کشور به شمول تا محمد نور، محمد محقق و این نظامی کارکشته در شمال ملیشه سازی کنند و این گفته ها را رد می کند. ملیشه سازی من اوی عملیات ها خود سرانه، اما ما اون اول هستم به ادایت همه بزرگا به اینجا آمدیم، با صلاحیت آمدیم. اما چطور ما جنگ خودسرانه را میکنیم، ملیشه میتازیم؟ این یک کسایی است که من در کولر یخ ششتن، پروبلم و مشکلات این چیز را هیچ ندیدن. آوازه های وجود داشت که گویا رجمور غنی جنرال دوستم را از رفتن به فاریاب منع کرده است و این گفته ها را توطئه دشمنان میداند و میافزاید به دستور بزرگان حکومت به شمال آمده. وزارت داخله نیز از حرکت های سیاستمداران کشور با هدف تامین امنیت در شمال استقبال میکند. اتحاد نظر و وحدت نظر باعث بالا بردن انگیزه نیروهای امنیتی افغانستان میشه و ما همواره از سیاستین خود خواستیم که بدون قید شرط از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنن و حمایت که باعث پیروزی نیروها شوه و ما از هر حمایت بزرگا و سیاسیون خود استقبال میکنیم. برخی ها میگویند حلقات مشخص در دستگاه حکومت تلاش دارد جنگ را از جنوب به شمال انتقال دهد و این گونه منافع کلان برخی سیاستگرانی که از آدرس شمال آمدند با خطر روبرو سازند. از همین رو محمد محقق، عطا محمد نور و جنرال دوستم برای مبارزه با این تهدید یک دست شدند. تنها زمان پاسخ خواهد داد این مسئله تا چه اندازه درست از آب در خواهد آمد.
به احتمال زیاد فردا کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توسط رئیس اجرایی افتتاح می شود. گفته می شود رئیس اجرایی فردا با اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی دیدار می کند. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برخلاف قوانین کشور اقدام کند جنایت خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از بشیر احمد قاسمی. 14 عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی فردا با رئیس جمهوری در کاخ سپیدار دیدار میکنند و ممکن فردا کار این کمیسیون رسما آغاز شود. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی استقبال میکند و هم هشدار میدهد که نباید پیشنهادهای اصلاح این کمیسیون برای رئیس جمهور برخلاف قوانین کشور باشد. تا اینجا مشکل قانونی وجود ندارد، اما اگر این پیشنهادات حاوی مطالب باشه که نقض قانون بکنه و بعد رئیس جمهور هم بیای اونا رو به نوعی اعمال بکنه از طریق زور، از طریق چیزهایی به نام فرمان و امثال ذلک، دیگه او دقیقاً حالا فراتر از انتقام جویی هست، در واقع تخریب یک نهاد مهم ملی هست. اما مجلس سنا رئیس جمهور و رئیس جایی را متهم میکند که علاقه به برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور ندارند. این مجلس ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نیز غیر قانونی میداند. هر څونه سړی سره خرشته مولا دي غیر قانونی عملی باید غیر قانونی ورته ویل شي. د دې په خاطر چې ما چې هغه محتوا د ولیدله پرمان کې درې میاشتې مسؤلیت دوی ته ورکړل شوی، درې میاشتې بعد بیا دغه کمیسیون بیچارهګان که څه کوي که نه کوي دا گزارش دغه ته ورکوي د مشورې په شکل جمهور رئیس او رئیس اجرایی ته چې بیا منی که نه منی. تقلب و دستکاری در نتیجه انتخابات ها مردم را بر روند دموکراتیک در کشور بی‌باور کرده است. از سوی هم شهروندان کشور تاکید دارند تا زمانی که دوباره اعتماد مردم نسبت به انتخابات احیا نشود، مردم تمایل برای اشتراک در انتخابات نخواهند داشت. اگر خلق سی مثال درگلی کوي، اگر خلق باید لدی کمیسیون نووزی او صحیح خلق راولی سی انتخابات شفاف وسی او دمو د افغانستان په ګټه تمام شي. نو که شناسایی میشه که اینا واقعا تقلب کده باید از دستشون برکنار شون. ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که ظاهرا منجر به برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی نیز خواهد شد، از اساسی ترین بندهای موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. انتظار می رود که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا 3 ماه آینده پیشنهادهای اصلاحی اش را به رهبران حکومت وحدت ملی ارائه کند. آمار معتادان زن در شهر کابل در حال افزایش است. حتی حالا در بخشهایی از کابل معتادان زن در کنار مردان معتاد در مکانهای عمومی مواد مخدر استفاده می کنند. سجاد محمدی در این گزارش وضعیت معتادان زن را به تصویر کشته و با شماری از آنان گفتگو کرده است. پل سوخته، جایی که سالهاست زیر این پل بستر شده برای شب و روز سپری کردن معتادان مواد مخدر در شهر کابل. حضور مردان معتاد به مواد مخدر در اینجا موضوع تازه نیست، اما شاید حالا دیدن زنان معتاد به مواد مخدر در اینجا برای خیلی ها چیز تازه باشد، موضوعی که نشان از فراگیر شدن موزل اعتیاد در کشور دارد. زیر این چادر دو بانو در حال استفاده از مواد مخدر هستند. می خواهیم با آنها صحبت کنیم اینکه چرا به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده اند. زن شوهر عمل نمیسا بگیره برد، عمل خود بگیره برد، سر از شش گیرم و چارده گیرم کنم برد، لکن زندان پردم، نه خاطر امو. اما نمیخواهند با ما گفتگو کنند. مردمان محل میگویند روزانه ده ها بانوی معتاد در اینجا میآیند و پودر استفاده میکنند. این بانوی معتاد به مواد مخدر با دیدن دوربین اینجا را ترک میکند. میخواهیم درباره علت معتاد شدنش به مواد مخدر با او گفتگو کنیم. به شرط افشا نشدن نام و چهرهش آماده گفتگو می شود. 4 سال است پودر استفاده می کند. مواد مخدر استفاده می کنی؟ چقدر وقت است مواد مخدر استفاده می کنی؟ 4 سال. با کار کردن در خانه های دیگران و شستن لباس هایشان پول مواد مخدر را پیدا می کند. شوهرش در ایران زندگی می کند. من خیلی مشکلات دارم. یکی اجاره نشین هستم، یکی بیکاری است، خیلی مشکلات دیگه. اما شاید دیدن این تصویر برای بسیاری ها دردآور باشد. حتی این زنان هنگام استفاده از مواد مخدر کودکانشان را هم با خودشان می آورند. دخترای بسیار با سویه پتلون زیبایی تصورش نکنی، وقتی تا میشن در اینجا بازوی خود لج میکنن، در دنیا پیشکاری میکنن، پودر خود میزنن. بنان خواهش ما از دولتی است که یک دولتی اگر نمیتونین 400-500 نفر معتاد تداوی کنین،
نامش دولت نمانین، نامش حکومت وحدت ملی نمانین، بگویید در افغانستان حکومت وجود نداره. شاید از اینجا آغاز اعتیاد برای بسیاری از کودکان باشد. مردان معتاد در کنار ده ها معتاد و فضای پر از دود مواد مخدر کودکانشان را هم با خودشان می آورند. چرا ای بچه تا قد خود می رهید اینجا؟ دقیقه جایی نداشتم آوردم. بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، همکنون شمار معتادان مواد مخدر در کشور به 3.5 میلیون تن می رسد. از این میان 1 میلیون تنشان زنان و کودکان هستند. با این هم افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر به ویژه در میان زنان ظاهرا نشان می‌دهد که این پدیده در حال مبدل شدن به یک فاجعه بزرگ در کشور است. نیروهای آمریکایی از حمله چرخبال‌هایشان بر پاسگاه نظامیان کشور در ولایت لوگر ابراز تأسف کرده و وعده دادند تا برای روشن شدن پهلوهای تاریک این رویداد بررسی همه‌جانبه و شفافی انجام دهند. همزمان رئیس مجلس سنا تاکید دارد که عاملان این رویداد باید بیدرنگ مجازات شوند و هشدار می‌دهد که برخورد سهل‌انگارانه با این رویداد راه را برای تکرار چنین رویدادها در آینده هموار می‌سازد. از سوی دیگر وزارت دفاع می‌گوید کمیسیونی که برای بررسی این رویداد ایجاد شده به کارش آغاز کرده و به زودی نتیجه بررسی هایش را همگانی می سازد. زکریای حسنی با جزئیات بیشتر. برکی برک، ولسوالی که میدان وردک و لوگر را با هم وصل می کند. پاسگاهی که از سوی چرخبال های آمریکایی هدف قرار گرفته بود نیز بر فراز یکی از تپه ها در همین ولسوالی ایجاد شده بود تا جلو رفت و آمد هراس افغانان را میان این دو ولایت بگیرد. رویدادی که هنوز چرایی و چگونگی آن روشن نشده، اما گویا در ظاهر همه واکنش ها بر ضد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تمام شده است. آنچه که از سخنان این سناتوران به خوبی پیداست. نمون گفتن ادا که از من لس یا و نفر دو روایتونه دی، یا و دلوی چه لس نفر دی بل وی چه و او 15 زخمیان او لس یا و نفر شهیدان دوی مقابل که اغا چا چه دا دوت یارو دا عملیات کردی دوی امده که گفتن که دا محکمه کی کنه محکمه کی لکسنگ چه کردی. اما نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از این رخداد ابراز تأسف میکنند و از آغاز بررسی‌های مشترک و شفاف برای روشن شدن پهلوهای پنهان آن سخن میزنند. برای روشن شدن چگونگی این حمله، ما با همکاری شرکای افغان خیش بررسی‌های ابتدایی مشترک، شفاف و سر وقت را آغاز کرده ایم. نیروهای آمریکایی در افغانستان بر تعهداتشان برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان و صلح و ثبات در این کشور متعهد هستند. شاید نظامیان کشور گمان هم نمی کردند روزی در میدان نبرد توسط نیروهای کمکی بین المللی از پشت هدف قرار گیرند. آنچه که اینک برخلاف تمام این خوشبینی ها رخ داد. حالا وزارت دفاع می گوید برای بررسی دقیق این رویداد کمیسیونی از بلند پایه ترین مقام های این وزارت ایجاد شده و کارش را نیز آغاز کرده است. ځان یو پیښه رامنځته شوې ده چې د تاثر وړ ده، باید نوی شوې. د دې لپاره یې په ډېره لوړه سطحه باندې یو کمیسون ټاکل شوی دی چې هغه د دولت په سطحه باندې کمیسون دی، د دفاع وزارت د ټولو زیربطو ارګانونو غړي په هغې کمیسون کې دي، او د امریکا متحده ایالاتو د قواو دلته هغوی لخوا هم یو کمیسون ټاکل شوی دی د څېړنې لپاره. در حمله به این پاسگاه 7 سرباز ارتش کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. کم نیستند این گونه رویدادهایی که از نظامیان کشور قربانی میگیرند. اما پرسش اینجاست که چرا هنوز هماهنگی و اعتماد لازم میان نیروهای امنیتی و ناتو هنگام اجرای عملیات ها به وجود نیامده است؟ با آغاز هفته آینده تمامی شرکت ها و ورکشاپ هایی که سیستم سوخت موترها را به گونه غیر فنی از تیل به گاز مبدل می سازند بسته خواهند شد. اداره مستقل نرم استاندارد می گوید که برای بسته کردن این شرکت ها و ورکشاپ های غیر فنی از پلیس و شهرداری کابل نیز کمک خواسته است. به تازگی در نتیجه انفجار بالون گاز یک موتر در شهر کابل 2 تن جان باختند و 1 تن دیگر هم زخم برداشت. رویدادی که می گویند برخواسته از مبدل شدن غیر فنی سیستم سوخت این موتر بوده است. کابل شهر با صدها هزار موتر و موتردارانی که در پی کاهش هزینه سوخت هستند. ساده ترین راه هم بدل ساختن سیستم سوخت از تیل به گاز. چالش اصلی اما رعایت نشدن معیار هاست که چنین رویدادهای می آفرینند. اینجا محلی در ناحیه دهم شهر کابل که گاز سوخت شدن غیر فنی این موتر فاجعه آفریده است. راننده نجات یافت، اما برای 2 سرنشین دیگر که در صندلی عقب موتر بودند دیگر دیر شده بود. آتش گرفته بود که تا سواری خود نمیتانست که از موتر بیرون بیره. ما با چشمای خود دیدیم
و یکی در لین تورخم دو سه تاره ما خودم دیدیم که تکر کرده و بسیار با مشکل زیاد مواجه شده. دو سه موتر دیگه هم برای شریک شده. حکومت نمی ده خواهش داشت باید بندی کی لار پستر ورزه که دبی دی ماشین ور تاخیس تر لگاول د ور سړی گاز دیډه کوي. هغه د مشکل سره مخ کی دبی باندې فشار هم راځي. قرار است این رویداد بررسی شود و ورکشاپی که به گونه غیر فنی سیستم سوخت این موتر را تبدیل کرده بود تحت پیگرد قرار گیرد. مکتوبی به ریاست محترم ترافیک کابل فرستادیم تا مشخصات از واسطه نقلی را که یه حادثه صورت گرفته و چون لست رو تمام شرکت ها و ورکشاپ ها لست وسایل نقلی را که اینا تعویض میکنن سیستمش به شهروالی محترم کابل میفرستن. بر ما اون شرکت یا ورکشاپی که سیستم نصب کرده به اساس پلیت موتور اینا در اختیار ما بگذارن که ما به اساس قوانین و طرز عمل ها با اینا حتما برخورد قانونی انجام میدیم. با آن که مبدل ساختن سیستم سوخت از تل به گاز نقش اثرگذار در کاهش آلودگی هوا دارد و جدا از این میزان هزینه ها را نیز کاهش می دهد، اما این کار با عمر کمی که در افغانستان دارد و معیارها در آن در نظر گرفته نمی شود بارها سبب انفجار بلون های گاز شده است. این یکی از معدود مراکز است که برای فعالیت هایش مجوز فنی به دست آورده است. دولت می خواهیم که سیستم غیر استاندارد که در بازار است، انجینرها غیر مسلکی و ورکشاپ های غیر مسلکی تماش بند شود، چرا که آینده خوب نداره. در کمتر از دو سال اخیر و هنگامی که بهای تیل افزایش یافت، بازار مبدل ساختن سیستم سوخت موتورها به گاز به گونه کم پیشنه افزایش یافت. فعالیت ورکشاپ های غیر قانونی بیشتر شدند و چگونگی مسئولیت این سیستم نیز نظارت نمی شد. حال قرار است از هفته آینده چنین ورکشاپ ها بسته شوند. هفته آینده ما پروسه مزدود کردن از ورکشاپ ها را رسما آغاز میکنیم. تمام ورکشاپ هایی که تصدیق داره میلی استاندارد نداشته باشه مزدود میشه تا زمانی که بیاین ثبت راجستر بکنن، اسناد تکنیکی خود را بکنن. تا هنوز حتی آمار دقیق از شرکت ها و ورکشاپ هایی که سوخت موتورها را از تیل به گاز مبدل میسازند در دست نیست و از واژه صدها استفاده می شود. اما آمارها هرچی باشد، مردم میگویند مسئولیت و معیارها باید تضمین شوند و بر کار چنین شرکت ها عملا نظارت وجود داشته باشد، زیرا موضوع مرگ و زندگی است. ریاست جمهوری میگوید که تلاش ها جریان دارد تا دور بعدی گفتگوهای صلح در کجا برگزار شود و در آن چه کسانی اشتراک کنند. شورای عالی صلح هم بر معرفی رئیس این شورا پیش از برگزاری این دوره گفتگوهای صلح تاکید دارد و میگوید برقراری آتش بس یکی از شرطهای افغانستان در این دوره مذاکرات خواهد بود. در همین حال اتحادیه اروپا در خبرنامه ای از کشورهای منطقه به ویژه همسایه های افغانستان خواسته تا از روند صلح به رهبری افغان ها پشتیبانی کنند. سجاد محمدی گزارش میدهد. حکومت افغانستان همکنون سرگرم آمادگی برای دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان است. گفتگوهایی که بر بنیاد توافق پیشین تا اخیر همین ماه میلادی یعنی در روز دیگر باید برگزار شود. هنوز مکان و زمان دقیق این گفتگوها مشخص نشده است. در نشست نخست این فیصله شد که دور بعدی مذاکرات در اواخر ماه جولای برگزار شود. اکنون کار روی ازی جریان دارد که چه افرادی در نشست بعدی اشتراک کنند و نشست بعدی در کجا برگزار شود. ولی اصلی که رئیس جمهور افغانستان بالای از او پافشاری میکنه این است که مذاکرات باید افغانی، مستقیم و همشمول باشه. شورای عالی صلح میگوید چین، پاکستان و قطر گزینه های میزبانی دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان و طالبان هستند و آتش بس موقت از خواست های اصلی افغانستان در این مذاکرات خواهد بود. اعضای این شورا اما در دیداری که در همین روزها با رئیس جمهور خواهند داشت بر معرفی هرچه زودتر رئیس آن تاکید خواهند کرد. روی یک در مسائل مبرم صحبت بکنیم. ما آرزو داریم که خب رئیس شورای عالی صلح هرچه زودتر تعیین بشه و آجندای کاری دقیق ساخته شود و ترکیب هیئت دقیق ساخته شود. با این حال منابع میگویند که یکی از گزینه ها برای ریاست شورای عالی صلح پیر سید احمد گیلانی از رهبران جهادی است. در این حال این مقام پیشین طالبان میگوید که کمیته سیاسی طالبان همکنون سرگرم مشورت درباره دور بعدی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان است. مذاکرات خوبکیر د قطر د سیاسی کمیسیون په ذریعه او اختیارات په داغوی تعین د ځای به دا هغه کوي، نو دا نه معلومیږي چې هغه به دوی چیرې تعین کړي او څه وخت به تعین کړي. آغاز گفتگوهای رسمی صلح حکومت افغانستان با طالبان استقبال جهانی را به همراه شده است. اتحادیه اروپا هم در تازه ترین مورد از کشورهای همسایه افغانستان خواسته تا از این روند پشتیبانی کنند و از گروه های هراس‌افغان حمایت نکنند.
رویدادهای از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل توافقنامه هسته‌ای ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. با تصویب این توافقنامه همه تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت بر تهران کاهش خواهد یافت. اما شورای امنیت هشدار داده است در صورتی که ایران توافقنامه هسته‌ای را نقض کند، تحریم‌ها دوباره بر این کشور وضع خواهد شد. در همین حال باراک اوباما با استخبار از این اقدام شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که این نشان دهنده پشتیبانی جهان از توافقنامه هسته‌ای ایران است. کوریای شمالی هر گونه گفتگو با آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی تأکید کرده است که این کشور علاقمند نیست که با آمریکا مانند ایران گفتگوهای هسته‌ای را انجام دهد، زیرا روابط پیونگیانگ با واشنگتن متفاوت تر از روابط واشنگتن و تهران است. کوریای شمالی میگوید که هرگز برنامه هسته‌ای خود را کنار نخواهد گذاشت. پس از ایران، حالا کوریای شمالی در فهرست تحریم‌های آمریکا به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور قرار گرفته است. و اینکه ترکیه تدابیر امنیتی در مناطق مرزی با سوریه را شدت خواهد بخشید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پس از حمله انتحاری روز گذشته که دست کم 30 تن را در نزدیکی مرز سوریه در ترکیه به خطر رساند، این حمله را به شدت نکوهش کرده و تاکید کرده است که تدابیر ویژه امنیتی را در مناطق مرزی روی دست خواهد گرفت. به پایان مهمترین های امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.